واکنش های جهانی به انفجار ننگرهار، شماره کشته شده ها به 65 تن رسیده است. سخنگوی والی ننگرهار گفته است که انفجار روز گذشته در میان نمازگزاران در مسجد در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار 65 کشته و 35 زخمی بر جا گذاشته است. این حمله با واکنش های جدی جهانی نیز روبرو شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده و گفته عاملان این حمله باید پاسخگو باشند. جان باس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز حمله را محکوم کرده و گفته است که کشتن نمازگزاران به صورت صلح‌آمیز جمع شده و با هم عبادت میکنند جنایت جنگی است. سازمان عفو بین الملل نیز این حمله را جنایت جنگی دانسته و افزوده است که افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان قابل توجیه نیست، باید این مورد توجه بیشتر صورت بگیرد. در این حال یونما از افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان به شکل بی‌بشنه خبر می‌دهد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش گفته است که میزان تلفات غیر نظامیان در افغانستان به شکل بی‌بشنه افزایش یافته است. سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانانم آقایان سالم حسنی عالم دین و استاد دانشگاه، آقای لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان و همچنان آقای صالح خان قندوزی والی پیشین ننگرهار. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای قندوزی با شما آغاز میکنیم. در پیوند به حمله دیروز ننگرهار و گراف بلند تلفات، شما تجربه مدیریت در ننگرهار دارین و مدت در اونجا به عنوان والی کار کردین. دلیلی که بیشتر دشمن افغانستان موفق میشه تا جماعت های بزرگ در ننگرهار هدف قرار بده و بیشترین حملات در این ولایت انجام میده و مردم ملکی را هدف قرار میده، عمده ترین دلیل در چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول قدر منو ملمانو تا او تاسی تا ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. او پاینې وخت کې د پرنی ورځې د دردونکې پیښې شهیدانو ته جنت الفردوس غواړم او زخمیانو ته عاجله شفا او دې کورنۍ کې د دې درد او په دې غم کې ورسره موږ شریکو. راځم هغه ته چې تاسې ورته اشاره وکړه، که د هغه نه مخکې راشم دا تاسې مته اشاره وکړه د ملل متحد راپور ته نسبت د تیرو کلونو سکال د اوله نه میاشتو کې خو تلفات ډېر زیات شوي او هم د په ملکي بخش کې او هم په نظامي کې، خو بالخصوص ملل متحد د ملکي ارقام ورکوي چې هغه ډېر زیات تقریبا 2500 نه زیات ملکیان تیرو نه میاشتو کې وژل شوي دي او د 5000 نه زیات زخمیان دي. او دا لړۍ بدبختانه ادامه لري. او موږ تاسې ولیدل چې پرون ننګرهار کې وړې ډېره بده پېښه وشوه په یو جومات کې او هغه هم د جمعې مانځه کې. نو یو خو دا ډېر هغه جنګي جنایت که ورته وایې، که ظلم ورته وایې، که وحشت ورته وایې، د هغه نه ورتېره واقعه وه، ورتېر ظلم ده. د خدای په کور کې بېګنا مسلمانان شهیدانول، دا نه مسلمانۍ ده او نه اسلام ده او نه افغانیت ده او هیڅ نوه مذهب کې ورته توجیه نشي ورکولی. دا موږ په کله کوټه کې غندو. راځو دې ته چې بدبختانه په ننګرهار کې دا واقعات د تیرو یوه میاشت نه ډېر زیات شوي دي. تاسې ولیدل چې یوه میاشت مخکې یا شل ورځې مخکې وزیر تنګي منطقه کې یو ډرون حمله کې تقریبا 40 کسه ملکیان راپور واضح ورکول شو چې ملکیان په شهادت ورسېدل او دغسې 40-50 کسه زخمیان. بیا د هغه نه یو څه وخت مخکې په ننګرهار کې یو کورنۍ 4 ځوانان د شپې بدبختانه چې په شهادت ورسول شول. پرون ننګرهار کې تر اوس ارقام تر اتیاو به هم زیاتېږي، ځکه هره ورځ به وضعیت د زخمیانو ډېر وخیم دی په شهادت ورسېدل. یوه موضوع خو بدبختي دا ده چې اوس چا ته ووایو. خپله یونما هم راپور کې وایي چې تقریبا 90% دا تلفات چې رسیږي د ملکیانو ته 90% د دې دولت له طریقې د بمبارۍ او یا د شپې د بمبارۍ او یا د شپنیزو عملیاتو له وجې. دښمن خو واضح ده چې هغه خو د افغانستان نه افغانان نه قرباني اخلي، بېوزله افغانان نه قرباني اخلي، په هر نامې چې اخلي هېڅ توضیح ورته نه لري، خو هغه د افغانان نه قرباني اخلي. شما میگین که در پالوی ازی که گروه تروریستی تلفات وارد میکنه حکومت افغانستان هم عقب نمانده ازی؟ یونما راپور واضح خیلی چې بدبختانه چې که من یو خواه د دشمن للاس و جلکی گو چه اغا خو خکاره ده او دشمن خو زانت قانون نلری قوانین نلری، اغا خو هدف دولس ده منزورل ده او
هدف د مرک تعداد دی د ولس د وژنو تعداد هغه هغې خپل لاسته راوړه نه کوي. بل خوا د حکومت بختانه موږ د خپل حکومت چې زموږ ولس دی د دې د لاسه هم دغسې یو بدبختیو سره مخ کیږو. نو ننګرهار خو یو ولایت دی چې یو خو پکې د داعش موضوع را پیدا شوه، د طالب موضوع ورپکې وه، یو سرحدي ولایت دی. نو بیا په زهر دی چې دې ولایت ته ډېره توجه وشي او تلفاتو مخه ونیول شي، بدبختانه تلفاتو سره مخ کیږي. او که تاسې بیا ارقام واخلئ په ملي اردو کې د ټولو نه زیات سربازان چې ورکوي ننګرهار یې ورکوي. او بیا په ننګرهار کې چې تاسې ګورئ ښه زیات تعداد دا د شینواري پکې ډېر زیات دی. نو یو خو هغه څوک دی چې د نظام نه په دفاع دپاره قرباني ورکوي، خو عامې دشمن وژني، عامې بدبختانه خپل خپل لاسه وژنو. نو دا لړۍ که داسې ادامه پیدا کړي آقای قندوزی، یک بحث بسیار جالب از یو آخر اکثرا عملاتی که صورت میگیره با واکنش طالبا هم روبرو میشه، طالبا هم محکوم میکنن. اینجا بحث ابهام در مورد عملات است. در گذشته برخی از عملاتی که انجام میشه طالبا میآمدن مسئولیت میگرفتن، دشمن هم معلوم بود که کی هدف قرار داده، اما طالب هم رد میکنه، گروه دیگر هم مسئولیت نمیگیره. اما دیده میشه که تلفات بلند میره، عملات بیشتر شده میره و توجه حکومت هم به پایین ترین سطحش قرار داره. یو خوازه ده چې دا طالبانو دا خپل توسه پر نه ده منلی رد کړی ده هغې. خو د شینوارو مناطق کې که طالبانو مخکې داعشان هم وو او داعشانو باندې هلته ډېر وخت عملیات شوي، او یو خبره باید واضح ووایو چې کله د داعش مقابل کې پاسون شوی هم دا شینوارو ولسو چې د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېد او داعش په مقابل کې پاسون وکړو او داعش په مقابل کې وجنګېدل، همدې قرباني هم ورکړه. صحیح ده چې یو طرف ته د طالب په مقابل کې هم جنګېدلې، خو بیا د داعش په مقابل کې هم جنګېدلې. ولې مشکل اوس دا دی افغانستان کې، دا د حکومت مسؤلیت دی چې که داعش نه مني، طالب یې نه مني، دا څوک راځي چې دا ولس وژني او دا ولس په داسې حالت ته رسوي او حکومت بیا مسؤلیت دا د حکومت مسؤلیت دی چې د معلوماتو کې ولس ته واضح کړي چې دا قاتل دی څوک دی. سپاسگزارم آقای لال. از دید شما که بیشتر کارهای خوب بشری میکنین و نهادی هم دارین، بلند رفتن آمار تلفات غیر ملکی با توجه به نشر گزارش تازه یونما در افغانستان و مجموعه حملاتی که صورت میگیره چقدر نگران کننده است و بی‌توجهی در این مورد چقدر میتونه که وضعیت بیشتر وخیم بسازه در افغانستان؟ لوی تکتن تعالی پنامو بنده خپل سلامونه که هیلی جناب والی سیب تا حسنی سیب تا تاسو درانو لیدون که تولنده کوم. بیا د ټولو هغه ملکی خلک چې د دې جنگونو قربانی شوی دي، شهیدان شوی دي، هغې ته جنت الفردوس غوښتنه کوم او زخمیانو ته بیړنۍ شفا او د کورنیو سره تسلیت. یقینا موږ ته د یو انسان وینه تویدل بې ګناه بې موجبه د منلو وړ نه ده. دا خو لا لکونو ته د دې تعداد رسیږي. ملګرو ملتونو چې کوم ارقام ورکړي دي موږ دا تاییدوو، خو دا هغه ارقام دي چې دوی د درې مراجعو قوي مراجعو نه تصدیق کړي دي. ولې د دوی سره په خوا کې ډېری ارقام داسې دي چې د دوی په راپور کې نشته دی. موږ د راپور د ارقامو د شمیر سره موافق نه یو، ځکه دا ارقام څو چنده د دې نه بلندتر از لوړ دي، د دې نه څو چنده لوړ دي. نو تر اوسه پورې البته د دې لاملونو باندې خبرې کوو، موږ ډېر په دې باندې خبرې کړي دي، په لاملونو هم کړي دي، د حال په لارو هم کړي دي، غندلې هم دي، محکوم کړي هم دي. خو نور زموږ هم خولې ستړي شوي دي او خلک هم راسره شاید ستړي شوي وي. چهار ورځ موږ دا خبرې کوو. موږ ملګري ملتونه یوازې په راپور ورکولو باندې موږ د دوی دا موږ ته هم د منلو وړ نه ده، ځکه ملګري ملتونه که د یوې خوا نه د بېګناه انسانانو د وژلو راپور ورکوي، د بلې خوا نه مسؤلیت لري د افغانانو پر وړاندې باندې، د ملګرو ملتونو د ټولنې د یو غړي هیواد په توګه باندې، چې دوی هغه نړیوال د ملګرو ملتونو بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت لري چې د دغسې پیښو د عاملینو نه پوښتنه وشي، هغه ولې لاس په کار کیږي نه. مثلا د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده چې د ملګرو ملتونو د مستقیم حمایت لاندې ده، هغه ولې دا پیښې په دې څلوېښت کلونو کې ولې نه څېړي؟ د دې په څنګ کې امنیت شورا چې په همدغسې شخړو کې د هغې مسؤلیت دی چې راودانګي او دغسې شخړې له منځه ویسي او جلوې ونیسي، هغې هم غلي ناست دي. در پالو یادی که سازمان ملل متحد، نهادهای دیگر هم تنها در حد گزارشی اکتفا کردن. بحث عدم توجه حکومت افغانستان هم خیلی نگران کننده است، آنچرا که
در گزارش یونما آمده بحث گراف بلند تلفات از طرف خود حکومت و عملیات حکومتی، این هم میتونه به عنوان بزرگترین نقطه نگرانی مطرح شود. دیگه شک نشته ده چه اغیت هم رازم دای اغه بیرونی اړخونه دي چې مسولیت لري باید دا کار وکړي. دې په څنګه کې لکه څنګه چې والی صاحب ورته اشاره وکړه، دولت هم دی، یو دولت په صفت باندې دی، یو حاکم په صفت باندې د خپل وګړو پر وړاندې باندې اغه اساسي حقونه چې دي ژوند تر ټولو مهم حق دی یو انسان دی چې الله تعالی ورته. حالا اگر موافق باشین یک وقفه کوتاه میگیرین دوباره بر ادامه حرفا شما. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. بفرمایید ادامه صحبتایتون. نو کله چې دولت نشی کولای چې د خپل خلکو د امنیت تضمین و نکړی شي او هغه تامین نکړي، هغه حکومت اخلاقتا په کار دی چې استپا ورکي، هغه چاته واک ورکي چې هغه د دې توانمندی ولري، او هغه چاته د دې موکه مساید کې چې هغه دغه ټول پیخي مهار کولای شي. من که وګورو چې د وی خوانه زمنګ جګړه سونه پیچلې ده، زمنګ په جګړه کې بیا هم دغه سبریدونه چې کیږي هغه ډیر پیچلې دي چې هیڅ قسم ته منګه د اغه ته کوم تعریف نشو پیدا کوله. نو د دولت یو مسولیت د استخباراتي ارګانونو په ځانګړي توګه باندې دلته ډیره پیخې کیږي. په ابل ورس په بدخشان کې بمبارد وشولو، حکومت وی چې منګ بمبارد نه دی کړی، طالبانو د عوام د لاسه د ملکی تلفات رامنځته شوي دي، او طالبان وای چې دا حکومت بمبار کړی دی او حکومت د ملکی تلفات رامنځته کړی. د دې نه تیر د مئی په میاشت کې د باکوا پراپ په ولایت کې بمبار وشولو، په هغې کې اکثریت ښځې او ماشومان مړه شوه، په هغې کې بهرنیو ځواکونو وی چې موږ تروریستان وژلي دي. حال دا چې همدغه د ملګرو ملتونو ادارې راپور خپور کړو، تحقیق یې وکړو چې هغه ټول بې ګناه خلک وژل شوي دي. ولې دوی وایي چې موږ تروریستان وژلي دي؟ نه یوازې دا چې دوی جرم کوي او د جرم باندې باید اعتراف وکړي، دوی کتمان د جرم هم کوي چې دا ډبل جرم په باندې حسابېږي. نو په دې خاطر باندې ټول په جګړو کې چې هر قسم ته ملکیانو ته یا مرګ ژوبلا وړي یا دوی ته مالی زیانونه وړي، هغه په جنګي جرمونو کې د بشرپالنې د نړیوال قانونو له مخې هغه په جنګي جرمونو کې راځي. د هغې د مخنیوي دپاره خپلې لارې شته دی. د دې په خوا کې چې هغه د ښکېل د جنګ ښکېلې خواوې چې وخت په وخت باندې دا ژمنې کوي چې موږ د خلکو د ژوند په خوندیتوب کې ژمن یو، دغه ژمنې یوازې وینا پاتې شوې ده، په عمل کې هیڅ هم نشته دی. د دې په څنګ کې دولت یو د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي دپاره یو ملي پالیسي جوړه کړله. تقریبا درې نیم کال کېږي چې دا پالیسي جوړه کړې ده. آیا که هغه د مخالفینو خو پرېږده چې هغوی به هدف هم دایي بهرني پرېږده چې د 15,000 کیلومتره نه اخوا نه راغلي هغه به موږ وژني، خو دولت پلوه قواوې چې کوم ملکیان را وژني، نو دولت خو کولای شي چې د دغه دې پښتنه وکړي شي کنه، او دولت خو کولای شي چې دغه زمنګ ملي پالیسی دغه څومره پلی شوی ده په دغه وخت کې، او که پلی شوی نه دی لتون څه دي، او که پلی شوی لاسته راوړنه دی ول سره شریک شي، که نه وي پلی شوی ام هغه دی ول سره شریک شي، کوم مشکلات دوی درلودل چې هغه تشکر کوي. سپاس کوم آقای حسنی. بس جلو افزایش طرفات ملکی، مسئله گسترش عملات تروریستی و قربانی شدن مردم عام افغانستان از عمدترین نگرانی های بوده. شما از سال 2001 به این طرف بررسی بکنین، بیشترین جمعیت افغانستان قربانی همین گونه حرکات از طرف دولت و از طرف نیروهای خارجی از طرف گروه های تروریستی شده. اما اگر تنها در بحث در حد واکنش این بحث باقی بمانه، مثل که عملی ننگرهار با واکنش های تند جهانی روبرو شده، فکر میکنین راه حل باشه و اگر اقدامات جدی نشه برای کاهش تلفات ملکی اقدامات صورت بگیره، اما از طرف حکومت افغانستان و هم از طرف جامعه جهانی و فشار وارد کردن بر گروه های تروریستی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران تکنیکی، شما همکاران عزیز ما در بس، جناب لال صاحب و جناب ولی صاحب قندوزی و به همه بینندگان عزیز، و واقعا ابراز تاسف و تأثر میکنیم و تسلیت عرض میکنیم بابت فاجعه علمناک در ننگرهار که بیش از 60 تن از هموطنان عزیز ما را به خاک خون کشیدند و تعداد زیادی از عزیزان ما مجروح و زخمی شدند و خانواده های زیادی به غم و سوگ نشستند. واقعا با هیچ واژه‌ای نمیشه ابراز تأسف کرد و با هیچ واژه‌ای نمیشه که دردهای نارا تسلی داد و با هیچ کلمه‌ای نمیشه عمق فاجعه را بیان کرد. آنقدر سنگین است که به هیچ عنوان نمیشه عمق فاجعه را بیان کرد. در مورد
ادامه این گونه تخاصمات و این گونه فجایع ما متاسفانه بعد از سال 2000 به بعد یا 2001 به بعد یا علل خصوص بعد از 2010 که این مسائل تشدید شد و این مقدار زمینه بیشتر برای فعالیت های گروه تروریستی پیدا شد، ما هر روز شاهد فاجعه‌ای در یک گوشه از گوشه های افغانستان هستیم، گاهی در مسجد، گاهی در بازار، گاهی در اردوها، گاهی در جاهای مختلف. همه اینها حکایت از پیچیدگی اوضاع افغانستان داره و همه اینها نشانگر از است که دشمنان افغانستان کمر را بستند تا اینکه افغانستان را بار دیگر ویران بکنه و بتانه حکومت مرکزی افغانستان را یا تحت فشار قرار بده یا تضعیف بکنه یا از بین ببره، که دوباره در یک افغانستان ناآرام، در یک افغانستان که دچار آنارشیزم و دچار تنش و بحران باشه، اینا دنبال صید ماهی‌های خودشان باشه. همه اینها متاسفانه جریان داشته و رو هر روز و هر ماه و هر گاهی ما متاسفانه شاهد این گونه فجایع هستیم. اما اینی که آیا این گونه فجایع صرف واکنش های در حد محکومیت کافی هست یا نیست، به هیچ عنوان کافی نیست. ما اول از دولت افغانستان شروع میکنیم. دولت افغانستان به عنوان مسئول جان و تمامیت ارضی افغانستان و جان شهروندان موظف است که هر مقداری که در توان داره در جهت حفظ امنیت شهروندان کوشش بکنه و تلاش بکنه. این مسئولیت دولت است. و بحث بعدی، شما ببینین در افزایش تلفات ملکی که هم از طرف تروریست ها اتفاق میفته و هم از طرف دولت اتفاق میفته، ما نباید با دید یکسان با این قضیه برخورد بکنیم. دولت افغانستان به عنوان یک نهاد مسئول موظفه که از جان شهروندان دفاع بکنه. اما اقدامات اخیری که دولت افغانستان هم در پیمان به عملیات هوایی انجام دادی هم قابل توجیه نیست. من میخوام عرض بکنم وظیفه دولت افغانستان برخورد با تروریست هاست، برخورد با گروه های ایرارست افغانه، برخورد با نیروهای مسلحی که دشمنان جان، مال و ناموس مردم افغانستانه. اما شما ببینین اشتباهاتی که رخ میده. یک دفعه است که قتل عمد است، یک دفعه قتل غیر عمد است. درست است در بحث اینی که خون هیچ بیگناهی ریخته نباید شود، همه ما متفق هستیم، همه ما این را قبول داریم. دولت باید با استفاده از نیروهای استخباراتی خود تلاش بکنه تروریست ها را دستگیر بکنه یا همون دقیق همون تروریست ها را از بین ببره، نه اینه که تلفات ملکی پیش بیاید. خدای نخواسته برخی از هموطنان بیگناه ما در این مسائل جانشان از دست بده. ولو بینی یک طفل اگر خون شود، این قابل توجیه نیست، این قابل توجیه نیست. اما ببینین بحث اینه که دولت افغانستان در هر جایی که عمل کرده و اگر اشتباهی انجام شده، این قتل غیر عمد است، قتل است که اشتباهاً رخ داده یا نیروهای خارجی بوده یا اگر نیروهای خود اردوی ملی بوده. اگر اشتباهاً در هر جایی بوده، همیشه دولت افغانستان تا جایی که من در جریان هستم تعقیب کرده این موارد را و تلاش کرده که عاملینش به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شود و با عاملینش برخورد شود. این یک قضیه است. قضیه دیگر اینه که گروه های تروریستی به عمدن به مردم حمله میکنند. درست است که بحث عملکرد حکومت افغانستان، دولت افغانستان با گروه های تروریستی قابل مقایسه نیست. اما اقدامات را که دولت افغانستان در زمان مذاکرات قطر انجام داد، مثلا بمباردمان را که بر دهات قصبات افغانستان انجام داد، این هم قابل توجیه نیست و بزرگترین مشکلات خلق کرد. مثلا به خاطر یک طالب یک خانواده کشته شد در اکثر مناطق افغانستان. خب بس دیگرش اینه که طالبها به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیستن. اینها از مناطق مسکونی استفاده میکنه، سپر انسانی استفاده میکنه. بزرگترین فجایع اینا رخ میده و ما عرض کردم که قابل توجیه نیست. گفتم اگر بینی طفل شهروند افغانستان وقتی خون میشه، او قابل توجیه نیست. هیچ کسی اینو نمیخواد توجیه بکنه. ما اما میخوایم عمق فاجعه را بیان بکنیم. بحث صرف برخورد، دولت هیچ وقت به صرف برخورد اکتفا نکرده، تلاش کرده که به صرف واکنش اکتفا نکرده، تلاش کرده. مثلا شما ببینین در ننگرهار وقتی او تلفات ملکی اتفاق افتاد، غیر نظامیان اونجا به تلفات رسیدن، رئیس امنیت ملی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان استعفا کرد و کسای دیگر در روز مورد تعقیب قرار گرفتن. دولت افغانستان تا جایی که ما در جریان هستیم مسئله تعقیب کرده. اما از اون طرف
تروریست ها، طالب ها، داعش، هر گروه های دیگه شبکه حقانی هر کدامی که هست، اولا ما میخواییم بگیم که تفکیک از اینا خیلی سخته که ما بگیم این کار داعش کرد، این کار طالب کرد، این کار حقانی کرد. همه اینا یک پکیج کلی هستن که در جهت ناامنسازی افغانستان، بربادی عزت مردم افغانستان اینا فعالیت میکنن. ما در همه مسائل بدامنی و فجایع طالبان را مسئول اصلی میدانم، به خاطر اینکه طالبان زمینه ساز تمام بدابنی ها، تمام تنش ها، تمام آنارشیزم هایی که در سر تا سر افغانستان وجود داره این طالب ها هستن. و اگر تلفات ملکی پیش می آید بازم به خاطر دخالت از زمین هاست، اگر مثلا اینا مردم ها رو به صورت عمدی در حال نماز می کشه، هیچ فرقی بین طالب و داعش نیست، اینها خود طالب ها مسئول هستن، داعش ها مسئول هستن، حقانی مسئول هستن. اما میرسیم به یک نکته دیگه که آیا صرف واکنش در حد ابراز تأسف کافیه؟ من میخوام عرض بکنم سازمان ملل، تشکر کوتاه فرمایید چون فرصت وقت، سازمان ملل یا دولت آمریکا یا همسایه های افغانستان در قبال هر خونی که در افغانستان میرزه مسئوله. وقتی طالب ها عملا قتل عام ها را به عهده میگیره، اما اینها به اینها ویزه میده و اینا را از این کشور به اون کشور میبره، همه اینا در قتل تشکر. مردم افغانستان مسئول هستند و گردن اینها همه اینها در جرم شریک هستند. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای قندوزی، بحث ضعف در نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان و تکرار عملات خونین، شما دیدین که در کابل فوق العاده عملات خونین انجام شد، تلفات گسترده صورت گرفت در ولایت افغانستان، در ننگرهار، در هلمند، در قندهار، در نقطه نقطه افغانستان، اما دیده میشه که تغییر در عملکرد نهادهای استخباراتی افغانستان به وجود نمیاد. رئیس امنیت ملی را آنجا که آقای حسنی هم مثال داد، بعد از 3 سال 4 سال قتل عام مردم افغانستان و ضعف نهادهای استخباراتی، رهبری نهادهای استخباراتی آمد استعفا داد و بالاخره در این نتیجه از این هم مشکل حل نشد. فکر میکنید که عمده ترین مشکل در نهادهای امنیتی افغانستان چی است تا نمیتونه که جلو حملات دشمن بگیره و جان مردم ملکی را حفاظت بکنه؟ اول خو داده چې منګه عملان وسم په یو جنگي حالت کې یو، دا نشو ویل چې زوف بمی خو منګه په یو د سیو جنگي حالت کې چې یو خوانه وسر خبري روانه دي، یو د بل خوانه د خبرو په نتیجه کې اورس پورس پدې پدې چې ضعیف شي قوی کیږي، ځکه امریکا لا ورته طالب تلا د د قوت دسترګې نه ګوري، نظر نه ګوري، دید نه ګوري، په ځای دی چې یو ضعیف تورستي ډلې نگانه ورته وګوري، بلکې یو قوي، ځکه اوس هغه طالب نه دی، اوس طالب خو د دنیا غټ غټو هیوادونو ته ځي او په حیث د یو دولت د نمایندګانو د هغې نه استقبال کیږي او هغې ته خراغلس ویل کیږي، دا خو یو بدبختي ده. په عین وخت کې موږ په داخل کې د یو جنگي حالت کې، نو په جنگي حالت کې که موږ دا ووایو چې یاره ټوله ملامتیا په یو طرف ور دغه کو خپلو قوتونو، دا به بې‌انصافي، ځکه همدا قوتونه دي چې قرباني ورکوي. در مورد قوتو نه، در مورد عسکر افغانستان، اما در مورد رهبری، ضعف مدیریت و مجموعه مشکلات کجا؟ رازم قربانی ورکه، نو دا قربانی باید نادیده و ننیسو او دا قربانی نتیجه چې موتانه ناس ته خبرې کو، ولی په دې کې به شک نه چې زوف به وی، ځکه زه یو موضوع تر ازمه غدا چې کله قانون درست تطبیق شي، فرض کا یو موضوع کې غفلت وشو، او هغه د دولتي ارګان د غفلت په نتیجه کې یو پیخ رامنځته شو، باید هغه څوک چې مسؤول دی، مسؤلیت غاملین او موضوع وچیړل سي او په دقت سره هغه ته سزا ورکول شي، تر څو روستو کم کسان چې وي هغه خپلې وظیفې ته دغه شي متوجه شي. ډېرې واقعې، ډېرې پیښې داسې شوي چې په اساس د کمیسیونونو باندې بحثونه سره شوي، نتیجې ته نه دي رسېدلي، او هغه څوک چې غفلت، ځکه د یو عملی امنیت د یو کس د غفلت له وجې، یا د یو بل ارګان امنیتي ارګان د یو کس د غفلت له وجې کورنۍ تباه کیږي، نو که چېرته دغه غفلتونه چې مخکې شوي یا هغه په درست په هغې باندې تحقیق شوی وی، هغه څوک چې عاملي نه چا چې غفلت کړی هغې ته سزا ورکول شوي وی، د دې ډېره مخه به نیول کېدله. ځکه اوس موږ تاسو وکتل په کابل کې یا نورو ولایتونو کې، یا ننګرهار پیښه خو دا به ووایو چې ډېره په شینوارو کې، په ولسوالۍ کې او په دې ښار کې دننه چې پیښې کېږي، بدبختانه هغه څوک چې مسؤلیت لري، هغه استخباراتي
زمنګ اداري یا امنیتی مسولین چې وظیفه ده ترڅو وکول شي پاغه اول بخش کې پاغه اول وخت کې د خونسا کې هغه نتیجه هغه ضعف نکار واخستل شي بدبختانه یعنی ضعیف عمل وکي هغه موضوع د سجج د خلق د ولس د ولس ته مرګ باندې تمام شي نو په کار ده چې په استخباراتي موضوعاتو کې ام بخش کې امنیتی بخش کې درست اصلاحات راوستل شي په ټوله نړۍ کې کرچ د اصلاحاتو خبره کیږي نه باید دا څوک دا منفي وګڼي په ټوله نړۍ کې دغه سیدي چې چرته سره زوف ګوري چرته کمزورتیاوې ګوري چرته یا د مسلک د نگانا یا د تجاربو د نگانا یا د غفلت د نگانا هلته د اصلاحاتو راوستلو غوښتنه کوي هلته اصلاحات راولي تر څو ځکه د همده امنیتي ارګانونه دي چې ما ورته دلته یو او د دې ولس د دې ته سترګې دي که دوی غفلت وکړي ولس چاته وګوري وزه تاسو ته وایم یو میاشت مخکې د ننګرهار ولس راپاسې د مرد آباد امریکا او په حکومت باندې بدویل اونن به سبا به راپاسېږي مرد آباد تعلیم او تعلیم به بدوي خو د دې حل لاره خو نه شوه یعنی هغه خو یو خوا موجل کېږي بل خوا موجل کېږي نو دوی هغه چاته چې سترګې دي چا نه چې توقع لري چا دپاره چې قرباني ورکوي د هغې نه ډېر توقع لري د هغې ته ډېر ګوري په نسبت د طالب نه طالب خو دشمن دی داعش خو دشمن دی هغه خو نه قانون چې در پیوان به عملکرد حکومت افغانستان و بحث نهادهای امنیتی و استخباراتی مطرح میشه است که توقع مردم چون از حکومت بیشتر است حکومت قانونی است و بیشتر حکومت باید جان مردم محافظت بکنه ایراد مطرح میشه که چرا حکومت نمیتونه مثلا حداقل در بعضی از موارد نمیتونه جلوگیری بکنه خب چون اکثر موارد هم توقع نمیده نه یو خدا ده چه من بدبختانه دیر یو بیرحم دشمن سر مخیو وس یو موضوع دسی چه یو دشمن تا ته معلومه چې زه د سره دا ما سره په ته جنګیږي اوس ګورئ ده که د جهاد وختو روسانو ته مجاهدین دشمن او مجاهدینو ته روسان دشمن وو یا که د طالب مستقیما طالب کله هغه وخت کې دلته وو نو د طالب او د طالب مقابل کې چې څوک وو اوس دشمن ورک دی اوس صرف دا ده چې دشمن یو داسې ظالم دشمن را پیدا شوی چې د هغې هدف بل نشته د تعداد د مړو زیاتول دي نه جومات ورته محترم دی نه مدرسه ورته محترم ده نه تکیګاه ورته محترم ده نه ورته مکتب دی خو چې هر ځای کې وکولی شي که ماشوم دی که زنانه دي که سپینګیری دي په هر ځای کې چې وکولی شي داسې خپله انتقام اخلي نو داسې یو بد دښمن سره مخ یو د داسې بد دښمن سره یګانه لار په داخل په دې نظام کې د ملي وحدت ده یعنی هدف د ملي وحدت نه دی چې د دشمن په مقابل کې یو ځای ودرېدل دي د سولې ته کار کول دي خپل داخلي مخالفتونه چې هغه د چوکۍ دپاره هغه لرې کول دي بلکې د دشمن په مقابل کې یو صف ودرېدل دي په خپله دا دشمن له منځه تللی شي آقای لعل شما بیشتر از بحث ایجاد پالیسی ملی جلوگیری از تلفات ملکی توسط حکومت بس کردین با آقای حسنی هم در یک مورد ما صحبت داشتیم بخود روی عملکرد حکومت در مورد تلفات ملکی هدف قرار دادن خانه های ملکی به خاطر افراد گروه تروریستی آیا حکومت افغانستان تال این پالیسی را به شکل حداقل 50% تطبیق کرده چیزی را که خودشان ساخته نه خیر گورا کمنگا دیتو وګورو چې په افغانستان کې دا کومه نیابتي جګړه د هغه قوتونو د خوانه چې هغه نړیوال قوتونه د کمسایه دي چې هغه په افغانستان کې سیاسي نظامی او اقتصادي ګټې لري هغه یوازې د افغان نه یو جنگی ماشین جوړ کړی دی ډیر پړه چې تر کوم حده پورې دغه خپله د افغانانو په لاس ته دغه بمونه چې راځي او لرزول کیږي دا په هوا باندې نه راځي نه په ریموټ کنټرول باندې راځي نه په جازونو کې راغلي دي خو یو افغان د دې ذریعه ګرځېږي چې بل افغان پې وژني یو مسلمان د دې ذریعه ګرځېږي چې بل مسلمان پې وژني نو خپله موږ باید دا خپله ګریوان کې هم سر ښکته کړو چې څومره موږ ملامت یو په دې کې څومره مسؤلیت موږ ته راجې شوی دی که موږ چېرته د پردی ټوپک او د پردی بمونه او د پردی پیسې پراتوپي پیسې دا په لغته باندې ووهو نو بیا خو جنګ نشته دی بیا خو جنګ ختم دی موږ ولې دا کار کوو منګو هم اره ورس په دې باندې دا خبرې کوو خپل ماغزه خرو د نورم خرو افغانانو تم دا په کار دي چې په دې باندې فکر وکړي چې ولې زه دا کار کوم ولې خپل افغان ور وژنم آیا د دغه سي وژلو د لپاره کوم مجوز ما سره ده کوم پیتواز ما سره ده چې زه په دغه شکل باندې انسان وژنه او مسلمان وژنه او افغان وژنه کوم دویمه خبره د حکومت ته د ښه حکومت ولې د لپاره د ټولو نه مهمه نقطه اجتماعي عدالت په ټولنه کې د هغې تامین دی کله چې اجتماعي عدالت په ټولنه کې نه وي هغه حکومت یو مهم جز د لاسه ورکوي او د ولس او د خلکو ترمنځ فاصله پیدا کوي موږ ګورو چې یو عادي جرم کیږي
یو جب څوک وهی، یو څوک څوک په چاقو وهی، یو وړه غلا کوي، هغې نه موږ زندانونه ډک کړي دي، هغې نه موږ توقیب خانې ډکې کړي، نظارت خانې هم ډکې کړي دي. خو چې په لسګونو باندې، په سلګونو باندې بېګناه خلک په بمبارد کې وژل کېږي یا په توپونو باندې وژل کېږي، نه یوازې د هغې وژنې مسؤلیت څوک نه قبلوي، بلکې د هغې نه انکار هم کوي. نو ولې د دغو نه قوي مجرمان تر اوسه پورې آزاد ګرځېږي؟ ولې دولت دا خلک د اجتماعي عدالت د تامین دپاره ولې محاکمو ته تر اوسه پورې راکش کړي نه دي؟ آیا دا دومره پیښې چې کېږي یوازې کمیسیونونه تعینېږي؟ تر اوسه پورې موږ په افغانستان کې په زرهاوو پیښې شوې دي، قوي قوي پیښې، او نه یوازې د دې بالا د هسکې مینې پیښه اخرنۍ یا اولنۍ پیښه ده. دغه د ټولو پیښو دپاره کمیسیونونه تعین شوي دي. ابله ورځ ولسمشر په کلکو ټکو کېافغانستانهمفالمکنه نو ابله ورځ ولسمشر د ننګرهار د پیښې دپاره کمیسیون تعین کړ. آیا د کمیسیون پایلې څه شولې؟ کمیسیون د یو کمیسیون پایلې وښیه چې د ولس سره شریکې شوې، د یو کمیسیون پایلې وښیه چې د قربانیانو سره، د کورنیو سره شریکې شوې دي. نو دلته د دولت غفلت، که دولت واقعا د دولت په شکل، د حکومت په شکل باندې غواړي چې د خلکو په زړونو باندې حکومت وکړي، هغې باید د اجتماعي عدالت دپاره قانون په هر چا باندې پلي کړي. دا که حکومت کې څوک وي، که د حکومت نه بیرون وي، که هر څوک ملکیان وژني، بېګناه خلک وژني. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای حسنی، بحث پراگندگی حملات و بحث افزایش حملات و در ضمنش رد مسئولیت از سوی گروه طالبان و نگرفتن مسئولیت از طرف گروه تروریستی دیگر و این هم بر اساس آمارهای رسمی گروه متعدد تروریستی در افغانستان جریان داره. اگر وضعیت به این گونه ادامه پیدا بکنه و بی‌توجهی بحث خب این ما نادیده نمیگیریم که مثلا افغانستان هم در یک بحران سیاسی درونی هم بسر میبره، بحث عدم اعلان نتایج انتخابات، این واقعا افغانستان را به طرف پرتگاه ببره و ببره به طرف مسیر خطرناک. ببینید، من میخوایم یک نکته مهم دیگر اینجا اشاره بکنم. ما شهروندان افغانستان مسئولیت های در قبال وطن خود داریم. چنانچه برز از مطالب جناب لالسه اشاره کرد، ما دولت داریم، دولت یک سری مسئولیت های بسیار مهم در قبال شهروندان داره، از اون طرف شهروندان هم یک سری مسئولیت های در قبال دولت داره. ما متاسفانه هیچ وقت متوجه این گونه مسئولیت ها نمیشیم. در هر قضیه تروریستی وقتی اتفاق میفته، تمام رسانه ها زوم میکنه علیه دولت و تمام رسانه ها تلاش میکنه که دولت را زیر سوال ببره و یک نحوه افکار عمومی را علیه دولت تهیج بکنه، کار را که عملا تروریست ها میخواه به او برسه و تروریست ها میخواه از یک طرف مردم افغانستان را ضربه بزنه، از یک طرف دیگه حاکمیت مرکزی افغانستان را زیر سوال ببره. آقای حسنی، در پیوان به عملکرد رسانه و تروریست ها، یک لحظه، چیزی که رسانه ها فشار آورد میکنه به دلیل از این چون اینجا یک دولت است و نظام است و بیشتر مردم توقع داره. خلاص بکن، بله، این حق مردم است. من عرض کردم مسئولیت دولت هست. اگر به جملات لطفا دقت بکنید، من گفتم اگر بینی یک طفل افغانستان خون میشه و در او دولت کم توجهی کرده، دولت مسئوله. ما مسئولیت دولت نباید نادیده بگیریم، این واضحه. اما مسئولیت من شهروند نسبت به دولت چیه؟ مسئولیت رسانه ها نسبت به دولت چیه؟ اگر نیروهای امنیتی ما با دادن شهید، با دادن قربانی، با زحمت های فراوان یک ولسوالی را از تسلط طالب ها و تروریست ها آزاد میکنن، ما رسانه ها در حد نیم دقیقه یا یک دقیقه یا دو دقیقه خبر نشر میکنه، خلاص. اما اگر یک جای یک ماین چسبکی یک جای منفجر میشه، رسانه ها چندین تاش میره او را لایف پخش میکنه که الان این نفر زخمی شد، این قدر چی شد. اینا کلش آله فشار است علیه حاکمیت مرکزی، علیه دولت مرکزی و چیزی است که در حقیقت طالب ها و گروه های تروریستی و استخبارات منطقه میخواهد که به یک نحوی دولت افغانستان، دولت مرکزی افغانستان در دل شهروندان فراموش کنه. نقای حسنی که امیر رسانه ها طالب تروریست میگه و در حالی که دولت حمایت میکنه، من در این خصوص واقعا من خودم یک از کسایی که بیشترین وقت خود در رسانه ها میگذرانم و هستم و در خدمت رسانه ها همیشه بودیم، اما این گله را همیشه از رسانه ها داشتیم که به عنوان یک شهروند من آنقدری که از رسانه ها بد علیه دولت میشنم، خوبی دولت را نمیشنم. آیا واقعا دولت به همین حد بده؟
آیا واقعا همین دولت اگر نباشد طالب بیه فردا میگذونه که ما هم یک رسانه داشته باشیم گپ خود بزنیم نیم ساعت رقص پخش شود نیم ساعت دنبوره پخش شود نیم ساعت نمیدونم چی پخش شود نیم ساعت دیگه آشپزی پخش شود نیم ساعت دیگه بیه با اخبار سیاسی پخش شود این رسانه ها واقعا بی انصافی میکنه در قبال دولت و عملکرد دولت دولت مسئول در هر مسئله مسئول اما ما نباید قربانی های نیروی امنیتی خود فراموش بکنیم قربانی های نیروی امنیتی مدنظر اما در مورد تلفات مثلا در مورد تلفات اگر توقع دولتی باشه ما مثلا تلفات نگرار باستا پیدا نکنه این توقع درست در نیست در انتخابات 300 حمله علیه مراکز رای دهی و پروسه انتخابات طالبان خودش گفتن ما طراحی کردیم اما به چند تاش موفق شدن وقتی دولت از 300 تا حمله فقط مثلا 4 تا حمله صورت میگیره ما 300 تا 296 حمله خونسا شده رو نمیبینیم او 4 تا حمله انجام شده رو میبینیم و او رو ما بولد میکنیم کل جا میگیم که دولت نتونست امنیت بگیره در طول شبانه روز شما چه خبر دارین که نیروهای امنیتی ما چه پلیس ملی چه اردوی ملی چه امنیت ملی با صدها نیروهای تروریستی اینا دستگیر میکنن با صدها عملیات های تروریستی اینا کشف میکنن با صدها موتر او بنده خدا شما که اینا در رسانه ها و در گزارش ها خواندین که اینا کشف میکنن ما اینا رو نمیبینیم اینا رو تقدیر نمیکنیم از اون طرف یک آدم خدا نشناس از خدا بی خبر از انسانیت بی خبر میره در یک جای خودش هم مغز متعفنش منفجر میکنه و بعد ما میایم کل سیستم افغانستان رو زیر سوال میبریم خواست های اس آی انمی خواست اطلاعات ایران انمی خواست اطلاعات استخبارات منطقه انمی که در افغانستان یعنی دولت مرکزی ضعیف شد یعنی و مردم علیه یعنی حکومت بشه یعنی دید شما به این است که حملاتی که صورت میگیره رسانه باید باستاب نتیره من میخوام عرض بکنم باستاب در حد خودش نه در این حد که تا رسانه ها شما ماشین تبلیغاتی طالب ها گروه های تروریستی نه به این حرفتون موافق نیست ماشین تبلیغاتی مثلا در مورد حمله که در ننگرهار صورت گرفت 65 نفر شهید شد بله آیا دید شما به این است که منعکس شو رسانه‌های افغانستان باید منعکس نشه منعکس شو خب همین کارو کرده رسانه‌های افغانستان خب اما نه در این حدی که ما ببینین تمام میزگیل‌ها رو شما بررسی بکنید تمام رسانه امروز متاسفانه در افغانستان یک چیز باب شده کسی قهرمانه که دولت دو بزنه کسی قهرمانه که رئیس جمهور رئیس اجرایی را فلانی را دو بزنه کسی قهرمانه که از آدرس قوم خود برو دیگه قوم را دو بزنه ما تا کی با این فرسالاری با این قوقاسالاری با این دو زدن ها کی میتونیم وطن خود اصلاح بکنیم تا زمانی که بیایم منصفانه نقد نکنیم تا زمانی که نقاط قوت و ضعف بررسی نکنیم فقط ضعف او بنده خدا دولت سرپوش یک جامعه یک لحظه دولت سرپوش یک جامعه است اما اینی که هر کس بخواد در یک ببین ما در دریای مواج و سیل خروشان حوادث دولت یک کشتی است هر کس در هر جای هست ما تلاش میکنیم کشتی را سوراخ کرده بریم فردا خود کل ما در شوق غرق میشیم سپاسگزارم آقای قندوزی چیزی را که آقای حسینی مطرح میکنه به عنوان گلایه از رسانه‌های افغانستان هرچند که ما با حرفای آقای قندوزی در پیوند به این موافق نیستم چون رسانه‌ها همیشه اطلاع رسانی کرده هیچ وقت طرف واقعی نشده بلکه طرف حکومت بودن نه طرف گروه های تروریستی اما آیا دید شما با این موافق هستین که مثلا رسانه‌های افغانستان مجموع عملیات تروریستی که صورت میگیره باید باستاب پیدا نکنه و بیشتر به نفع حکومت بیشتر کار شه خب استاد خپل لارسو باید حق ولر چې خپل نظر شریک یار سو خپل نظر د سر رسنوی وظیفه ده چې در چا نظر واوري او بیا خلکو سره شریکی ده د خپل نظر ده موږ د ټول د نظر ته احترام لرو خو دا ده چې حقایق باید ویل شي او حقایق ده چې کمزي کې چې مخکې مو ده اشاره وکړه چې موږ امنیتی قوتونه کنه موږ بل تناس نه وي د کی شک نشته او حکومت که حکومت ضعیف او کمزوری منګ ضعیف او کمزوری خودل کی او زمنګ په هیڅ د افغان عزت هم د حکومت دی چې حکومت نه بهر منګ څوک به پیژنین هغه ځان ته هغه موضوع کې هیڅ شک نشته ولی رازو دی ته چې که حکومت منګ خپل کمزورتیا او ته مغی ته خپل هغه زوف ته متوجینو کو څوک متوجی کی عمده غرسنه باید په کمزې کې چې د حکومت زوف دی باید متوجی کی ورته په کوم ځکه چې د محلي یا مرکز په سطح باندې په مدیریت کې ضعف دی نو دا باید متوجه شي ځکه د ملک رئیس جمهور خو نه ټوله ورځ د خلکو سره ناست نه شي کولای هغه څه حقایق چې په هغه منطقه کې هغه خو ملک رئیس جمهور ته مشکله ده چې هغه ته خو به یو څوک معلومات راوړي ولی دا رسنۍ دي چې هغه منطقه کې د هغه خلکو نه کلیپ اخلي معلومات ته اخلي او هغه چې درد چې هغه درد د مرکز د حکومت سره شریکي ترڅو متوجي شي وته کوري د حکومت نه
دا توقع چی زکا د دې حکومت د پاره خلک زی رائے ور کوي د دې حکومت د پاره د خلکو ګوت قطه کیږي د دې حکومت د پاره حکومت د پاره د خپل نظام د پاره زمو څه خپل نظام دی عسکری کوي څوک زی د دشمن مقابل کې جنگيږي نو هدف هیڅ کله داري چې حکومت ضعیف شو نه باید رسنه يم داو کی ک استاد کمزې کی دا دغلی دلی نه باید رسنه زکر رسنه يم د دې نظام بخش دی رسنه بار نه دی نو رسنه یم هو وظیفه دا ده چې په کم ځکه د حکومت قوی معرفي کیږي او نظام قوی کیږي د نظام په قوی دوه قوی کیدو کې باید رول ولري خو په کم ځکه چې یو ځک اشتباهي باید اشتبار او بازي تر څو اشتباهات ته رسیدګي وشي او د هغه وړي اشتباه په اساس باندې زمنګ اولسله قرباني کیږي یو عادي او تعوان یو د انسان ژوند لاسه تک دی یو قیمتي انسان ژوند لاسه تک دی نو د دې قیمتي انسان د ژوند د ژغورل لپاره باید منګه ځنې موضوعات دغه سي چې هغه متوجي کو خپل حکومت چې کپ هغه په محلي سطح مشکلات دي هغه په هغه منطقوي سطح مشکلات دي هغه د کلی په سطح باندې ولسوالۍ په سطح مشکل دي تر څو هغه مشکل ته رسیدګي او د خلکو مشکل حل شي سپاس درم ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به آمار بلند تلفات ملکی در جنگ های جبهه‌ای و عملات انتحاری از سال 2001 تا سال 2019 و نشر گزارش سالانه یونما و بلند رفتن گراف تلفات هر سال و مجموع حملات تروسی و بعض موارد دیگری که صورت میگیره و ضعف‌هایی که در مورد عملکرد حکومت هم مطرح شد اما راه حل اساسی به خاطر بهبود وضعیت به خاطر کاهش تلفات ملکی حفاظت جان مردم افغانستان از حملات تروریستی راه حل اساسی چی است تا حکومت افغانستان روی تمرکز بکنه به عنوان پرسش آخر و جنبندی از عرصه مهمان میپرسم آقای لال بفرمایید شما پدیک شک نشته ده چې د حل د پاره ډیری لارې دي یو پخپله باندې د جنگ مدیریت ته چې د جنگ خاص کر د افغان حکومت او بهرنۍ قوتونه دوی باید جنگ مدیریت کړي تر څو پورې د دوی د خوانه چې ملکی تلفات رامنځته کیږي کلن کپې ټکی ورته نه پیدا کیږي نو کمواله پکې رامنځته شي د بلې خوانه د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته زمینه سازي وکړي حکومت د دې لپاره باید لابي وکړي هغه قوتونه ځانګړې توګه امریکا حکومت چې د دې مخالفت کوي چې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالۍ ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو پیښې وڅېړي هغې ته قناعت ورکړي تر څو پورې راشي او دا پیښې وڅېړي عاملین ونیسي دا یو بل د حل لاره ده دویم بل د استخباراتي لارې دي چې هغې د هغې د لارې نه د دې پیښو حل راتللی شي چې د پیښو وقایه وشي او یا اقلن د پیښو نه وروسته د هغې دغه ونیسي دا عاملین ونیسي دغه افغانستان حکومت خو په جنګ کې ښکیل دی استخباراتي ارګانونه مصروف دي شاید ډېرې تجربې هم ونه لري خو دغه بهرني قوتونه چې دلته موږ ته راغلي د دوستۍ په نوم باندې او ټول استخباراتي دلته راغلي دي یو کس بدون د استخباراتي نشته که ډیپلومات هم استخباراتي دی او که نظامي دی هم استخباراتي دی دوی ولې د افغانستان د حکومت سره په داسې پیښو کې په استخباراتو په ورکولو کې ولې همکاري نه کوي تاسو وکتل چې دا د چاري زنبک پیښې څلور ورځې مخکې دوی حکومت ته ویلي وو چې دې ځای کې برید کیږي نو چې دا درته معلوم و چې څلور ورځې وروسته هلته برید کیږي خو دا هم درته معلوم ده چې د کوم ځای نه دا شعر را روان دی دا ټرک دا ټانکر را روان دی او دغه کیږي ولې همغه ځای کې وقایې دپاره دې ورته اطلاع نه ورکوله نو دلته زه فکر کوم چې خپله دولت لکه دوستانو چې خبره وکړله په دولت کې داسې دي چې ځینې رسنۍ په هره برخه کې ستونزې لرو په هره برخه کې ځینې رسنۍ به هم داسې وي چې هغې به د دولت کمزوري کولو کې کوشش کوي په خپله دولت په دننه په دولت کې خلک داسې دي چې دولت مرکزي دولت د کمزوري کولو کوشش کوي سیاسون زورواکان داسې دي چې هغې د دولت د کمزوري کولو کوشش کوي مخالفین خو یې کوي هغه خو کاره خبره ده نو تر څو پورې چې موږ خپله ټول افغانان په سر په گریوان کې ښکته نه کړو او د یووالي لاس یو بل ته ور نه کړو موږ بل هیڅ د بهبود لاره نه لرو د نجات لاره بله نه لرو آقای حسنی خیلی کوتاه فرمایید شما هم چون فرصت اندک است چند تا کار باید صورت بگیره اولین کار امر رقمی که جناب لعل صاحب گفت من تاکید میکنم تقویت نیروهای استخباراتی هست ما هر چه بتونیم از لحاظ استخباراتی به مناشع و سرچشمه های تروریسم دست پیدا بکنیم و عملیات های تروریستی را در نطفه خفه بسازیم که به فاجعه منجر نشود این به نفع افغانستان به نفع انسانیت به نفع همه است
این راه اول. راه دومش اینه که دولت باید تلاش بکنه امنیت را مقدار مردمی بسازه و تلاش شده که در سر تا سر افغانستان خصوص در مناطق آسیب پذیر مثل مناطق جنوب، مناطق شمال، مناطق مرکزی، هر جایی که هست مثلا در کابل تلاش شده که امنیت مردمی بسازه و نیروهای زیادی مردمی را استخدام بکنه از طریق پلیس محلی، اردوی محلی، امنیت محلی، اینا را باید بیشتر تلاش بکنه. و نکته دیگه اینه که مردم احساس مسئولیت بکنه، واقعا مردم از هر گونه فعالیت‌های تروریستی که آگاه میشن و هر نوع فعالیت مشکوک که میبینن سریع گزارش بکنه و همکاری در نیروهای دولتی را بخواد و نیروهای دولتی هم باید به خواسته های مردم توجه بکنه و دقیق همون موارد را بررسی بکنه که هر گونه تغافل امکان داره یک فاجعه را به دست بیاره. و نکته آخری که من میخوام عرض بکنم اینه که ما همه برخ سیاسیون هم باید متوجه رفتار خود باشه در کنار رسانه ها، در کنار دیگه. متاسفانه در افغانستان یک رسم است، هر سیاستمداری که در دولت بود دولت عمر فاروق نام میته، اما همین که از حکومت باز برآمد این حکومت فاشیست و یزید و نمیدونم چی لقب میته، که ما اگر این روحیات اصلاح بکنیم که همگی ما حامی نظام باشیم، نقد افراد ما را به نفع نظام و نظم در افغانستان نکشانه، این میتونه راه حل باشه. سپاس گزارم آقای قندوزی. خیلی کوتاه شما هم نو زه خودم رو وایم چې افغانستان اوس یو د دلی جنگ نه یو چریکی جنگ حالت کړي، نو دا د خارونو د پاره او د کلو د پاره فرق کوي. خارونو د پاره ځانته مدیریت غواړي، د کلو د پاره ځانته کلیواله سطح باندې، ځکه اوس موږ قرباني ډېر کلیواله سطح باندې لرو. په کلیواله سطح باندې ولسی تړون ډېر مهم دی چې د ولس او د نظام ترمنځ یو اعتماد فضا پیدا شي. زه به غزنی مثال ورکړم. ځینې ولایتونو کې کله چې ولس د نظام په حمایت کې د دشمن سره په جنگ کې او نو بیا په نیمه لار کې پاتې شو، او دغسې په نورو ولایتونو کې هم شوې ده، ځکه هغه خیزش مردمي چې ورته ویلی شي. نو په ولایت په سطحه، د کلي په سطحه، ځکه هلته پردی دشمن په اسانه معلومیږي، په ښار کې نه معلومیږي. که چېرته د ولسي تړونونه قوي شي او نظام واقعا د ولس تر شا ودرېږي او ولس یوازې پرېنږدي، زه فکر کوم د دې مخه سپاس گزارم. بسیار تشکر میمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بیندا عزیز که این بحث ما متاکنون شما میمانان دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.